دوستم در این روزهای حساس کجاست؟ در این روزهایی که عبدالله و تیمش به هر صدای حمایت از طرفدارانش نیاز دارد، دوستم کجاست و مصروف چیست که هیچ صدایی از او شنیده نمی شود؟ این غیبت چنان برای تیم عبدالله سخت تمام شد که دکتر عبدالله خود به دیداره فرزند دوستم رفته و از او درباره سکوت معنی داره جنرال دوستم سوال کرد، اما جواب روشنی دریافت نکرد. این نگرانی از رفتن دوستم به طرف تیم دولت‌ساز زمانی بالا گرفت که جنرال آمریکایی بعد از دیدار با دوستم با او نشان ناتو را داد و در همان شب جنرال دوستم از اعلام هرچه زودتر نتیجه انتخابات سخن گفت. در حالی بود که دکتر عبدالله و تیم ثبات همگرایی خواستار به تعویق افتادن اعلام نتایج بودند و هستند. در پی این اتفاق محمد محقق از جانب عبدالله وظیفه گرفت تا با جنرال دوستم تلفنی تماس بگیرد و از او بپرسد که جریان چیست، ولی در نتیجه آن تماس چیز زیادی حاصل نشد و جنرال دوستم با محمد محقق نگفت که آیا در ادامه این راه با آنها هست یا نه. تنها گفت همه چیز به تصمیم عبدالله بستگی دارد و من تنها خواستم بگویم که نتیجه انتخابات را معلوم کنید. گفته دوستم نشان میداد که او در زد و بندها با ارگ با امیدهایی دست یافته است و تنها منتظر یک واکنش از جانب عبدالله است تا همه چیز را کنار بگذارد و با غنی کنار بیاید. تیم ثبات و همگرایی که احساس میکرد دیگر نمیتوانند روی حمایت دوستم زیاد حساب کنند، دست به دامن عطا محمد نور شدند که آن هم نتیجه خوبی در پی نداشت و محمد محقق را دست خالی از بلخ به کابل روان کرد. حالا دوستم در تلاش هست که بتواند برای خودش راه پیدا کند که هر دو طرفش برد باشد، یعنی اگر عبدالله ببازد با غنی بره و اگر غنی باخت باز عبدالله هست. میخواهد بازی دو سر برد انجام بده، ولی او همیشه در این گونه بازی ها بازنده بوده، چون نمیتونه ماهرانه بازی کنه و هیچ وقت بازی خوبی نبوده، با اینکه در سیاست های کلان کشوری نقش موثری دارد. همیشه دوستم مهره‌ای هست که در زمان انتخابات و جنگ از او استفاده شده و بعد از آن تنها به عنوان یک دردسر در کنار متحدش میمانه که خلاص شدن از دوستم خود یک جنجال دیگر میشه برای همپیمانانش. اما امروز در کمیسیون انتخابات هوا علم نورستانی وقتی از دیگر نتوانست سخنان سخت و خشن نماینده نبیل را تحمل کند، از جایش بلند میشه و با فریاد گفت من مستقل هستم و هر گونه که بخواهم عمل میکنم. و انتظار نکشید تا سخنان نماینده عبدالله را گوش کند که توسط نوررحمان اخلاقی بیان می شد. در این جلسه نوررحمان اخلاقی صدای همیشه بلند تیم ثبات و همگرایی با تمام توان تلاش داشت تا هم نظم مجلس را مراعات کند و هم بتانه احساسات جمعی را بر علیه خود نشوراند. ولی رئیس کمیسیون انتخابات قبل از شروع سخنرانی مجلس را ترک کرده بود. آنچه امروز در این نشست گذشت نشانگر آن بود که تمام تلاش های این آدم بیفاید است، چون قرار است تصمیم اعلان نتایج در جای دیگری گرفته شود و این از مصاحبه مولانا عبدالله حامی تیم ثبات و همگرایی معلوم بود. او که در مصاحبه با تولو نیوز در جواب گرداننده خبر گفت من هیچ سندی دال برای اینکه تیم دولت ساز و یا هیچ تیم دیگری بر کمیسیون انتخابات فشار وارد کند و یا کمیسیون در تبانی با کدام تیم انتخاباتی کار کند ندارم و میگویم ما کمی در اجرایی قوانین دچار اشتباه شدیم و باید کوشش کنیم که این اشتباه را جبران کنیم. مولانا عبدالله کسی بود که هیچ که همیشه بسیار داغ و آتشین صحبت میکرد و میگفت که کمیشنران کمیسیون با یک تیم خاص در معامله هستن، ولی در این روزها او هم نرمتر شده است. پس جای شک نیست که دوستم همین را درک کرده و نمیخواهد در کنار عبدالله همه چیز را ببازد، یعنی نمیخواهد تمام تخم مرغ‌هایش را در یک سبد بگذارد.